اینجاشو میگم کسی نمیدونه، از اینجاشو واقعا دیگه کسی نمیدونه. من نمیدونستم که باردار هستم. اون بچه از دست رفت. بالا بود. بله. رگ دستم پاره شد. تو گوشی به من گفتن که عزیز نگو، عزیز نگو، نباید عزیز بگون، آقا نباید عزیز تو باشه. مجری خانم باید با خانم مصاحبه کنه، مجری آقا باید با آقا مصاحبه کنه. سلام ببینندهای خوب رسانه تیوی پلاس، وقتتون بخیر باشه. در خدمت یکی از بازیگرهای خوب سینما، تئاتر و تلویزیون هستیم، سرکار خانم روشنک عجمی. سلام علیکی اگر با بیننده داریم. بله سلام عرض میکنم به بیننده های عزیزمون. سلامت باشید. قبل از شروع مصاحبه این رو هم بگم که صدای خانم عجمیان رو ما از کانادا میشنویم. با بی اخلاقی ها یا بی معرفتی های روبرو شدی توی سینما، حالا تو پشت صحنه سینما، یه ذره وارد این فضا بشیم. من سر یه کاری بودم، یک فیلم سینمایی که خب اجازه بدین اسما رو نگم چون کاملا مشخص میشه. من به من گفتن که خب یه کسی مثل آقای نوذری به من گفتش که دنبال همچین بازیگر میگردن و بعد و برو صحبت کن با کارگردان. خب کارگردانی بودش که کارگردان معروفی بودن، قبل از انقلاب کار درخشان داشتن. رفتم و چقدر نایس، دوست داشتنی بودن و گفتن که موضوع این فیلم این هستش، در مورد دو تا نقش اصلیش، یک خانومی هست به همراه شوهرش که باز نقش اصلی خانوم هست، تو دوست و همپای این آدم هستی، هم دانشگاهی هستین و همپا هستین و مثلا اگر 100 تا سکانس اون داشت مثلا من 80 تا سکانس داشتم. ما رفتیم فیلم برداری شروع شد، دو سه روز فیلم برداری گذشته بود، ما دیدیم که این خانم اصلا مقابل من حالش خوب نیست. بهش گفتم چرا حالت خوب نیست؟ من یه مشکلی دارم و اینا. گفتم که اگر واقعا فکر میکنی که چیزی هست که من میتونم کمک کنم بگو، چون که برشت تو پارتنر منی و ما مستقیم با هم بازی داریم. اگر ازیت میکنه بازیگر تازه کاری بودن خانم عجمیان؟ نه نه. من رفتم با کارگردان صحبت کردم، گفتم امروز حالش خوب نیست و من خیلی ناراحتم، چون خیلی دوست دارم که ما دوتا چون بشر قریه ما دو ما با هم دیگه باشیم همه چی خوب باشه. گفت بابا جان اشکال نداره، یه موردی حل میشه. ببین من دو سه روز بعد فهمیدم که موردش این بوده که گفته من چون نقش اصلی هستم باید با سرویس خصوصی منو ببریم بیارین. چرا؟ ایشون هم تو ماشین من هست، تو سرویس، یعنی با هم دیگه هستیم و از قضا چون لوکیشن کنار خونه ما بود اول منو پیاده میکرد، مثلا 5 دقیقه بعد منو پیاده میکرد، بعد ایشون میرفت. خب این یوهای تلنگر شد برای من که ای وای من انقدر عشق دادم، انقدر ناراحتش بودم. واقعا یادم اون روزو که من چقدر غصه خورده بودم براش که خدا کنه مشکل هر چه چیه، مالیه، اتفاقا تایید کننده پول نداده، یا اصلا فکر نمیکردم اینه. تا اینکه یکی از سکانس ها که سکانس آخر تهران می شد ما داشتیم فیلم برداری می کردیم و تهیه کننده اومد، من کار کردم و تهیه کننده اومد و پشت دوربین به من گفتش که عالی بود، آفرین، اینه. حالا چون صحبت قبلش کرده بودیم می خواست مثلا دل بده و اینا، منم خیلی خوشحال و خواهش میکنم، من تلاشم میکنم، به صورت 4 تا تکنیک بلدیم دیگه، تکنیک ها رو به کار میبریم تا بتونیم لااقل این نقشه در بیاد و نیاز نباشه که طرف مقابل تو ببینی دیگه، چاره ای نیستش. و اونجا دیگه ایشون قشنگ توی صحنه قاطی کرد که تا این خانم وقتی باشه من کار دیگه نمی کنم. گروه رفتش، فرداش قرار بود گروه بره یک شهرستانی برای کار و من فکر میکنم حدودا 20 سکانس من در اون شهرستان بود. بعد میرفتیم، رفتیم دفتر که آماده شیم، منو کشتن کنار که بابا جان اگه اشکال نداره اون سکانس های شما رو من مجبورم حذف کنم، به خاطر اینکه ایشون گفته که شما اگر باشین دیگه کار نمیکنه، منم چاره ندارم. خب توی دفتر دوام شد، یعنی داد و بیداد میکرد و میگفتش که ایشون بیرون کنین از اینجا و اصلا من فقط گریه میکردم. که بعد مدتولید اومد با من حرف زد، گفت ببین سینما بیرحمه، یا میتونی بمونی یا میتونی مثل ایشون باشی یا نمیتونی دیگه. اینو که من گفت دیگه من فقط میدونم انقدر من گریه کردم اون روز که حالا نمیتونم اسم ببرم. یه سری آدم ها اومدن دل دادن و من برگشتم خونه و من
اینجاشو میگم کسی نمیدونه، از اینجاشو واقعا دیگه کسی نمیدونه. من نمیدونستم که باردار هستم. حال من بد شد و همسرم مجبور شد منو ببره بیمارستان. خب به سری مشکلات افتاده بودم بیمارستان و من اونجا دیگه ما متوجه شدیم که اصلا من باردار بودم و از دست داده بودم. خودتون نمیدونستید که باردار هستی سر کار؟ نه تقریبا فکر می‌کنم شاید 2 ماه بود. خب من در جریان نبودم، مشخص نشده بود، چون خب خیلی ها براشون مشخص نیستش و چون همیشه من اصلا فکر این نبودم که خب قرار هستش، اصلا برنامه ای نداشتم برای این قضیه میدونید. و متاسفانه من بستری شدم. خب حال روحیم که بد بود، حال جسمی اونجوری بد بود. بچه‌ای که به هر صورت آدم دوست نداره، حالا درسته که من هیچ برنامه نداشتم ولی خب قطعا دوست نداشتم که اینجوری اون بچه رو بخوام از دست بدم. فشار روی روانی اون بچه از دست بالا بود. بله اون خانم الان متوجه میشه، خودش که متوجه میشه که بعد از این مصاحبه که چی کار کرده، درسته؟ یعنی امیدوارم که من متوجه شدم نشدم واقعا مهم نیست، برای اینکه دیگه هم تموم شده، همین که خب حتما نباید اون اتفاق میافتادش، از زمان مناسبی نبوده برای اینکه من بچه داشته باشم. البته پیدا کردن این سریال برای دوستان اهل رسانه و حتی مردم کاری نداره. حالا شما اسمم نیاوردید ولی فکر میکنم خیلی پیدا نکنن. نه دوست ندارم واقعا، چون اصولا میدونی خودتون بهتونم گفتم، یعنی عرض کرده بودم که خیلی اهل حاشیه و اینکه حالا بخوام جواب کسی رو بدم یا کسی بیاد. نه اون خانم مطمئنن یه موقع هست. دقیقا یک سری از خودخواهی ها، حالا من که خدا شده اصلا نمیدونم ایشون چه شخصی هستن، چه کاریه، خدا وکیلی نمیدونم، ولی باید بدونم که یه سری از خودخواهی ها، یه سری بچه بازی ها میتونه عواقب عجیب غریبی داشته باشه برای اون طرف مقابل. یعنی صرف این که من دوست دارم با ماشین برم، من یعنی همش اون منیته که نیستش، که تو باید طرف مقابلت هم ببینی. دیگه چه تو دوره‌ای که اجرا داشتیم بچه بازیگری، میخوام بگم سانسور عجیب و غریبی هم بوده که بخواید برامون تعریف کنید. آره یه چیزی که خاطرش برامون، من برنامه حالا اسمشو نمیارم، داشتم اجرای زنده میکردم. بعد خب ببینید همینجوری که با هم حرف میزنیم، مثلا شما شده من بگین خانم روشنکرجم یعنی عزیز. خب من آقای پرستویی بود اگر اشتباه نکنم مهمونمون، داشتم بهشون گفتم که داشتم میتونم در خدمت آقای پرستویی عزیز هستیم، امشب قرار باشیم گفتگو کنیم در مورد سریال فلان و این داستان. ببین یعنی در عرض 10 ثانیه تو گوشی به من گفتن که عزیز نگو، نباید عزیز بگون، آقا نباید عزیز تو باشه. خب من اصلا برای من خیلی عجیب بودی هم چیزی، عزیزم که نبود، عزیز من نیستش، عزیزم بزرگوارن، فقط همین به خدا. و خب بعدش منو خواستن، مدیر گروه به من گفتش خانم عجمیان آخه ما به یه آقا که میاد تو برنامه‌مون که عزیز نمیگیم. گفتم من عزیز گفتم، فرق عزیز و عزیزم گفت اصلا نگیم چی، نباید بگیم دیگه، بگیم چشم. انقدر بعد اون من سخت اجرا کردم تا چون من همین جوری هم آدم داره صحبت میکنه یه سری کلمات دیدین ملکه ذهنت میشه دیگه. یه جایی گفتن که مجری خانم باید با خانم مصاحبه کنه، مجری آقا باید با آقا مصاحبه کنه. فکر میکنم حدود سال 88 بود و این من اصلا فکر کننده اومد گفتش کار از این به بعد شما با فلان مهمون ها باید چیز کنید. ایشون گفتم من دیگه اجرا نمی کنم و اصلا دیگه داره توهین آمیز میشه. آخه یعنی چی؟ مگه قراره چه اتفاقی بیفته؟ ما داریم لایو اجرا میکنیم و این خیلی مسخره است. تا موقعی که من دیگه خدافظی کردم با اجرا این بودش، حالا احتمالاً بعدش برداشتن، الان نمیدونم. سرکار خانم عجمیان، حالا همه ما میدونیم که شما بین ایران و کانادا در رفت و آمد هستید، خیلی از مواقع کانادا زندگی میکنید مثل الان، خیلی مواقع ایران، ولی خب شده که بازه زمانی طولانی رو تو کانادا در واقع زندگی کنید، شده که تو غربت اتفاق تلخی براتون بیفته، بخواین برامون تعریف کنید؟ پارسال یه اتفاقی برام افتاد، خیلی ناگهانی بود این اتفاق. متاسفانه رگ دستم
پاره شد و این قسمت دستم پاره شد و رگش نبود و تقریبا 2 سانت فکر میکنم این پارگی وجود داشت و خیلی حالم بد بود برای اینکه خون پاشید، همه نگران، زنگ زدیم اورژانس. خب اینجا بودم و اول آتش نشانی میاد، یه سری کاری اولیه انجام میده، بعد پلیس میاد، بعد اورژانس میاد و حالا هر کدوم که نزدیکتر باشن وقتی شما تلفن میکنین سریع میفرستن. من یادم این جلوی خونه ما پر شده بود، پر از ماشین پلیس و آتش نشانی و من فقط بعد از اینکه این خون ریزیه بود فقط دستم اینجوری گرفته بودم سفت، همینجوری خون ازش میریخ و واقعا فکرم رگم خورده، یک جسم آهنی پاره کرده بود دستم، فهم کردم که رگم خورده و خب دیگه وقتی رگت بخوره و تا بیان ببرن دیگه احتمالا از دنیا قراره برم. اما من یک بار اونو تجربه کرده بودم چند سال پیش، بعد توی وقفه یه سری کار رو خودم انجام داده بودم، انقدر آماده بودم برای این قضیه چون من خیلی از وابستگی هام رو، نه دلبستگی ها رو، وابستگی هام به دنیا رو اصلا از بین برده بودم تو خودم و نمیدونستم که من انقدر دارم پیش میرم و انقدر اتفاقی خوب داره تو من میفته. وصیتم کردم، خیلی راحت وصیتم رو کردم و خودم رو آماده کرده بودم برای اینکه خب این اتفاق باید بیفته. من اومدم تو این دنیا یک رسالتی داشتم، حالا به هر صورت شاید موقعش بوده که باید برم. خیلی درس عجیبی بعدش گرفتم برای اینکه دیدم نه، من ظاهراً اون تغییری که باید اتفاق بیفته اتفاق افتاده، هرچند که من راه بسیار زیاد دارم برای این خودشناسیه، برای خودسازیم.